حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا: اعدام حبیب چپ یک عملی بیرحمانه و بزدلانه بود که توسط یک رژیم وحشی انجام شد. بیانیه نماینده عالی اتحادیه اروپا درباره اعدام آقای حبیب چپ: اتحادیه اروپا اعدام تبعه سوئدی ایرانی حبیب چپ در ایران را به شدت محکوم می‌کند و بار دیگر مخالفت شدید خود را با اجرای مجازات اعدام در هر شرایطی یادآوری می‌کند. مجازات اعدام حق انکارناپذیر حیات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند و مجازاتی بقایت ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد که از هر گونه اعدام در آینده خودداری کند و سیاست ثابتی را در جهت لغو مجازات اعدام پیگیری کند. هوکسترا، وزیر خارجه هلند: از خبر اعدام حبیب چپ، دوتابعیتی ایرانی سوئدی، صبح امروز در ایران وحشت زده شدم. ما در همبستگی با سوئد ایستاده ایم. مجازات اعدام غیر انسانی است. ما استفاده از آن را در همه جا و تحت هر شرایطی محکوم می‌کنیم. الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش: من اعدام حبیب چپ، شهروند دوتابعیتی سوئدی ایرانی، به وسیله رژیم ایران را به شدت محکوم می‌کنم. این مجازات غیر انسانی باید یک بار برای همیشه و تحت هر شرایطی لغو شود. من از ایران می‌خواهم تا همه اعدام‌ها را متوقف کند. سناتور شاهین، عضو مجلس سنای آمریکا: در ایران هزاران دختر و زن جوان در کلاس‌های درس قربانی حملات شیمیایی شدند. ما هنوز نمی‌دانیم علت آن حملات چیست، اما می‌دانیم چه کسی در معرض خطر بوده و چه کسی رنج کشیده است، یعنی دختران و زنان جوان، دختران و زنان جوان که آینده ایران هستند و آنها مجبور می‌شوند با نگرانی از امنیت خود به مدرسه بروند. در ایران زنان با یک دیکتاتوری وحشیانه مواجه شدند. توبیاس تونکل، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه آلمان: من از اعدام تبعه سوئد حبیب چپ در ایران ناراحت هستم و از آن ابراز انزجار می‌کنم. مجازات اعدام یک مجازات ظالمانه و غیر انسانی است که آلمان تحت هر شرایطی آن را رد می‌کند. ما بارها از دولت ایران خواسته‌ایم که اعدام‌ها را فوراً متوقف کند.